This is like a dream coming true. سرخط چند خبر و گزارش مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. زلمان خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان. پیام ایدی رهبر گروه طالبان تا حد حمایت تاییدی آن گروه از روند صلح افغانستان را نشان می دهد. وزیر دفاع چین می گوید که جنگ با ایالات متحده برای جهان فاجعه بار خواهد بود. و در افغانستان ساکنین اهل حدود غزنی در سطح شهر افطاری توزیع می کنند. سلام، امروز یک شنبه دوم جون 2019 میلادی است. من یلدا بکتاش هستم و برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه از طریق فیسبوک دری صدای آمریکا هم به گونه مستقیم قابل دسترسی است. در این برنامه اخبار و گزارش های مهم از نقاط مختلف جهان داریم، اما برنامه را با خبرهای از افغانستان آغاز میکنیم. زلمان خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که پیام ایدی رهبر گروه طالبان تا حد حمایت تاییدی آن گروه از روند صلح افغانستان را نشان میدهد و این مطلب را امروز در صفحه توییتر خود منتشر کرده و افزوده است که پیام رهبر طالبان تمایل آن گروه برای شرکت کردن در گفتگوهای بین الافغانی را نشان میدهد که آن مستلزم تشریک قدرت است. آقای خلیلزاد در بخش دیگری از توییت خود از لحن پیام گروه طالبان انتقاد کرد و آن را غیر ضروری خوانده و گفته است که چنین اظهارات صرفاً به پیچیده تر شدن و مختل شدن گفتگوهای صلح می انجامد. و در افغانستان باز هم نتیجه است انفجار پیهم در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، یک غیرنظامی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که انفجار اول حوالی ساعت 7:50 امروز صبح و در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در موتر حامل مرسلین پانتون پل تکنیک صورت گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که دو انفجار دیگر نیز 20 دقیقه پس از انفجار اول در این محل به وقوع پیوست که ناشی از ماین های جاسازی شده بود و در اثر آن 5 پلیس و یک خبرنگار زخمی شدند. مسئولیت این حملات را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. تا 2 هفته گذشته این چهارمین حمله تروریستی در شهر کابل است. در این حال شب گذشته در نتیجه یک انفجار در غزنی 5 پلیس کشته و 11 تن به شمول 4 غیر نظامی زخمی شدند. خبرها را با گزارش دیگر از افغانستان ادامه می دهیم. 200 نظامی افغان طی ماه گذشته میلادی کشته شدند. با گزارش گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان، شمار تلفات غیر نظامی نیز در 23 ولایت افغانستان در ماه می به نسبت اپریل 2 برابر شده است. بر اساس این گزارش طی ماه گذشته میلادی 189 غیر نظامی به شمول 34 کودک کشته و 208 غیر نظامی من جمله 38 کودک زخمی شدند. این گروه می افزاید که بیشترین تعداد تلفات و جراحات به ترتیب در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و هلمند روی داده است و دلیل آن نیز انفجار ماین، حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند بوده است. بر مبنای این گزارش حملات هوایی دومین عامل تلفات غیر نظامیان در افغانستان است. آقای خلیلزاد سفرهای خود و منطقه از سر گرفته و امروز در پاکستان با مقامات آن کشور در خصوص روند مذاکرات صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. گفتگوهای صلح در چه مرحله قرار دارد و آیا می توان به مثمر بودن گفتگوها خوشبین بود؟ درباره این موضوعات نظر مهمان امشب برنامه آقای سعید فرهاد هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی را که از استودیوی کابل در برنامه با ما هستند جویا میشیم. آقای هاشمی با سلام و سپاس از وقتتان. توییت آقای خلیلزاد که در واکنش به پیام ایدی رهبر گروه طالبان منتشر شده را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا آقای خلیلزاد مثمر بودن روند صلح خوشبین است یا صرفا میخواهد که این پیام منتقل کنه که روند صلح هنوز به بنبست نرسیده؟
سلام خانم بکتاش به شما و بیننده های تلویزیون آشنا صدای امریکا. ای پیام آقای خلیلزاد بر مردم افغانستان، خصوصا کسایی که در کابل و مراکز زونها مثل هرات و جلال آباد که شما نام گرفتین زندگی میکنه، بسیار یک پیام فراتر از خوشبینی است، در نهایت بسیار اغراق‌آمیز است. چرا؟ اولین توقعی که مردم از گام های مثبت در پروسه صلح دارن ای است که بشنون آتش بس برقرار شده. او وقت بازی پیام آقای خلیلزاد را بسیار به استقبال میره مردم به خاطرش. منتها ای که هر روز از مردم قربانی گرفته میشه، شما ببینین تیغ تیز طالب ها تنها در گردن مردم ملکی کار میکنه. در کابل امروز زافتر از 3 انفجار شده، دیروز به میقسم و روز قبل از او محصلینی که میخواستن از اکادمی دفاعی مارشال فهیم برن به خاطر رخصتی هایید قربانی عملات طالب ها شده. بله. از طرف دیگر تیغ کنده حکومت و رقبای سیاسیشان نهایتا مصروف کمپاین سیاسی هستند و فکر میکنین که هیچ حرف نشده. مذاکرات را طرف طالب، طرف حکومت و طرف سیاسیون مخالف حکومت، اینها همه و همه به صفت یک کمپاین به خاطر حفظ و تداوم اقتدار خود استفاده میکنن. این تنها مردم است که هر روز قربانی میدن. آقای هاشمی، شما اشاره کردین، گفتین که مذاکرات به عنوان یک حربه تبلیغاتی برای کمپاینای خود استفاده میکنن. میشه یک مقدار وضاحت بدین که منظورتان چی است؟ برای اینکه طرف مذاکره کننده با طالبان دولت آمریکا است، خب برداشتتان چی از دهی باره؟ خب ببینین، وقتی من میگم مذاکرات به خاطر اقتدار بیشتر به قسم کمپاینی استفاده میشه، طالب اگر کوشش میکنه عملات خود را در این ماه مبارک رمضان بالای مسلمان ها در داخل پایتخت و سایر نقاط مرکزی ایره زیادتر ساخته، بیشتر ساخته، صرف به خاطر از این است که در میز مذاکره اقتدار بیشتر را حاصل بکنه و حرف اول را بگویه. اگر طرف سیاسیون میرن به طرف روسیه به خاطر پیش برده مذاکرات، به خاطر از این است که طرف حکومت را یک گل زده باشن و بر مردم خود را ثابت کنن. اگر حکومت به واسطه که متوجه اوضاع باشه، رئیس جمهور با وزیر داخله، مشاور شورای امنیت و کسایی که مسئولین هستند، اینا میرن به طرف بیت شریف صرف به خاطر از این است که برای مردم ثابت بکنن که رقبا میرن روسیه و ما مسلمان هستیم میریم بیت شریف. بله. در حالی که مردم از اینها ابتدایی ترین مسئولیتشان اجرایش میخواید که او امنیت است. حال طرف ایالات متحده بیشترین مانورهایی که روسیه اجرا میکنه به ارتباط برگزاری نشست ها و مذاکرات سال به خاطر چشم ابرو نشان دادن به ایالات متحده است و این طرف دیگه هم پروسه که ایالات متحده پیش میبره این بسیار محدود است و تا فعلا پیشرفت های جدی که تاثیر مستقیم بر سرنوشت مردم افغانستان داشته باشه و شاید توقف ساختن قتل و کشتار مردم باشه متاسفانه ای نداشته. خب آقای هاشمی، دیروز قسمی که شما اطلاع دارین رهبر گروه طالبان پیام ایدی خودم منتشر کرد، برداشتتان از این پیام مشخصا چی است؟ پیام طالبان گرچه که واضح هست و میگن که تا رسیدن به اهداف خود می جنگن، این حد از قاطعیت آیا از یک گروه میتونه که برایت یا ای که قدرت بزرگتر فکر میکنین که از این گروه حمایت میکنن؟ خب ابتدا در قسمت از پیام باید بگویم که تا پیام های رهبرای طالب ها حاوی آتش بس نباشه، هیچ نوع امید بر مردم افغانستان نمی بخشه و هیچ نوع موفقیت را از آدرس گفتگوها بر مردم افغانستان نمی ده. از او فراتر وقتی ما می بینیم خود پروسه مذاکرات را، متاسفانه که نتانسته این پروسه مذاکرات طالب ها را مجبور بسازه که بیان و اینا تمکین بکنن به خواست های مردم افغانستان و بالاخره طرفدار صلح شوند. چرا؟ علت چی است؟ یک، تحویلگیری نماینده خاص ایالات متحده از طالب ها فراتر از حکومت و در نبود نماینده های حکومت در داخل مذاکرات باعث شده که طالب ها از یک وجهه برتر اینا برخوردار شوند، در حالی که در روابط بین الملل اصل اساسی است که طرف های گفتگو حکومت ها می باشه. بله. مسئله دومی که هست، بدون شک استخبارات پاکستان آیسای بسیار هماهنگی مشخص با طالب ها داره. شما ببینین به این سطح انفجارات، به این سطح تخریبکاری و در مرکز کابل در یک مرکز دیپلماتیک همگی مسلح و نیروها با تمام ترنینگ اینجا حضور دارن، این تنها میتونه استخبارات بسیار پیشرفته پاکستان
اینطور حملات کشنده را بر پیکر مردم افغانستان و بر پیکر پایتخت افغانستان وارد بکنند. بدون شک طالب ها اقتدار خود را در این روز در این ماه مبارک رمضان با این قتل و کشتار دیگه از تاییدی مردم نمیگیرند. بله. اینها اقتدار خود را از اشتباهات بازیگرای بین‌المللی میگیره، خصوصا کسایی که حامی افغانستان هستند به شمول نماینده ایالات متحده. بله. و اینا تایید خود را، همکاری و حمایت خود را از استخبارات منطقه میگیرند به شمول ایران و پاکستان. تشکر از حضورتان در برنامه، از شرحی که در قبال مسائل سیاسی افغانستان دادین. وقتتان خوش آقای هاشمی. رحمت الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سفرهای اخیر رئیس جمهور غنی را به شماری از کشورها پرسش برانگیز خواند و آن را کمپین وی برای انتخابات می‌خواند. آقای نبیل همچنان اضافه کرده است که در میان سران استخبارات افغانستان و پاکستان در ایتالیا گفتگوهای انجام شده که بر اساس آن دو طرف تعهدات با هم داشتند. نبیل میگوید که دیدار مقامات استخباراتی افغانستان و پاکستان در کشور سوم سبب بحران خواهد شد. وی همچنان گفته است که رئیس جمهور غنی و حنیف اتمر، یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری، در مورد نصب سیم خاردار بر امتداد خط دیورن توسط پاکستان نیز باید وضاحت بدهند. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. و گزارش‌های از نقاط مختلف جهان توجه کنید. وی فنگ، وزیر دفاع چین، میگوید که جنگ با ایالات متحده برای جهان یک فاجعه خواهد بود و با واشنگتن هشدار داد که در مشاجرات امنیتی روی مسئله تایوان و روی آب‌های جنوب چین دخالت نکند. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، در نخستین حضورش در اجلاس وزرای دفاع در آسیا از انتقاد بر رفتار بیجینگ خودداری نکرده و گفته است که واشنگتن رفتار چین را نادیده نخواهد گرفت. چین با اقدامات اخیر رئیس جمهور آمریکا در افزایش حمایت اداره حکومت ترامپ برای حکومت دموکراتیک تایوان به شمول استقرار نیروی بحری ایالات متحده در تنگه تایوان که جزیره را از قلمرو اصلی چین جدا می‌کند خشمگین شده است. ایالات متحده تقسیم ناپذیر است و واضحاً چین نیز این گونه است. چین باید دوباره متحد گردد و این کار خواهد شد. دلیلی وجود ندارد که این کار نشود. اگر کسی جرأت می‌کند که تایوان را از چین جدا سازد، اردوی چین هیچ گزینه دیگری به جز جنگ به هر قیمت برای حفظ اتحاد ملی ندارد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا قبل از آغاز اجلاس با همتای چیناییش خوشبین به نظر می رسید که توجه آن بر ایجاد روابط متمرکز بود. اما وی در سخنرانی خود در کنفرانس وزرای دفاع در سنگاپور گفت ایالات متحده از رفتار چینایی ها که به گفته وی ثبات منطقه را تهدید می کند چشم پوشی نخواهد کرد. این در مورد درگیری نیست، این در مورد ساختن دیوارها نیست، این در مورد امنیت است. چین به خاطر سرقت تکنولوژی‌های نظامی و غیر نظامی کشورهای دیگر بدنام است. سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت من دوست ندارم که مالکیت معنوی به سرقت برود. ما مشکل عمده در قسمت سرقت ملکیت معنوی و حملات سایبری داریم. شماری از مسائلی است که باید به آن توجه کنیم. کارشناسان میگویند چین از این سرقت استفاده کرده است تا خلای میان توانایی‌های نظامی مهم اردوی ایالات متحده و چین را اندک سازد. مزیتی را که ما علیه چین و حوزه اقیانوس آرام در جریان جنگ سرد داشتیم برای همیشه از بین رفت. چین همچنان به نمایش قدرت نظامی فراتر از مرزهای خود ادامه داده است و ویژه با ساخت جزایر مصنوعی در آبهای دریای جنوب چین و قرار دادن اسلحه سنگین برای حمایت از ادعاهای ارضی که تحت قوانین بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. متحدان ایالات متحده در سنگاپور از افزایش تنش میان دو قدرت به شدت مضطربند و به گفته یکی از رهبران بسیار معتقدند که چین و ایالات متحده باید با هم کار کنند یا خطر متلاشی شدن نظام جهانی را بپذیرند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. چین ایالات متحده را برای توقف مذاکرات تجارتی میان دو کشور مقصر می‌داند.
این مطلب را حکومت چین امروز در گزارش منتشر کرده و افزوده است که آن کشور از مسائلی که به اصول آن کشور مربوط می شود برگشت نمی کند. در این گزارش به اقدامات بعدی چین اشاره نشده، اما ذکر شده که مذاکرات تجارتی به معنای توافق نیست و تا زمانی که دو کشور در تمام موارد مرتبط به منازعه تجارتی به تفاهم نرسند، توافقی صورت نخواهد گرفت. اداره رئیس جمهور ترامپ تعرفه کالاهای چینایی بر ارزش 250 میلیارد دلار را 25% افزایش داده است. چین نیز تعرفه کالاهای وارداتی آمریکایی بر ارزش 60 میلیارد دلار را افزایش داد. وزرای دفاع استرالیا، ویتنام و فیلیپین امروز یکشنبه گفتند در صورتی که فعالیت‌های چین در آب‌های مورد مناقشه جنوب آن کشور مطابق قوانین بین‌المللی باشد، مخالفان نیستند. دلفن لورنزانو، وزیر دفاع فیلیپین، امروز یکشنبه در دومین روز کنفرانس امنیتی سالانه شانگریلا در سنگاپور گفت از نقش چین در آنجا استقبال می کند، در صورتی که چین مسئولیت های خود را من حیث یک قدرت عمده در عوض توسل به قدرت عملی سازد. از نقش چین در آب‌های دریای جنوب چین استقبال می‌کنیم، اما چین باید من حیث یک قدرت عمده مسئولانه عمل کند و به زور راه خود را در دریای جنوب چین نگشاید. نوشوان لیچ، وزیر دفاع ویتنام، باورمند است که تمام کشورها حق قانونی استفاده از آب‌ها را دارند. اولتر از همه در استفاده از حریم بحری و فضایی، به نظر من این حق هر کشور است که از حریم بحری و فضایی خود استفاده کند، ولی مهم است که ما پایبند به قوانین بین المللی باشیم. در این زمان لندا رینولدز، وزیر دفاع استرالیا، گفت قوانینی که در آبهای جنوب آسیا تحت بحث قرار دارد نباید حقوق کشورهای دیگر آسیایی را پامال نماید. در ارتباط با قوانین و مقررات آبهای جنوب چین، ما باور داریم که باید مطابق قوانین بین المللی باشد، به شمول کنوانسیون ملل متحد در مورد قانون بحری، و نباید حقوق کشورهای دیگر آسیایی پامال گردد. در همین حال وزرای دفاع نیوزیلند، اندونزیا و سنگاپور در کنفرانس امروز موضوعات امنیتی در منطقهشان را به بحث گرفتند. تمام کشورهای جنوب شرق آسیا با اتفاق نظر میگویند که ایجاد امنیت و ثبات کلید اساسی برای ایجاد صلح و شکوفایی است. بدون ثبات و امنیت رسیدن به رونق و شکوفایی مشکل است. عده‌ای از وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا به این باورند که رویدادهای اخیر در رابطه با موضوعات تجارتی بین ایالات متحده و چین و وضع تعرفه‌های گمرکی مسیر منطقه را تغییر داده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. و در شرق میانه 10 نفر در اثر حمله هوایی اسرائیل به پایگاه نیروهای سوری، ایرانی و حزب الله امروز در سوریه کشته شدند. با گزارش تلویزیون دولتی سوریه، 3 سرباز سوری دیگر هم در حمله هوایی دیگر اسرائیل به جنوب آن کشور کشته و 7 سرباز زخمی شدند. اردوی اسرائیل ضمن تایید این خبر گفت که این حملات هوایی در پاسخ به شلیک 2 راکت از مرزهای سوریه به اسرائیل صورت گرفته است. سوریه میگوید که این حملات هوایی تلفات مالی نیز در بر داشته است. و گزارشی از افغانستان. سکه های غزنی به مناسبت ماه رمضان در هفته چند روز روی جاده شهر می آیند و مسلمانان افطاری می دهند. تخمت هدفشان را از این کار تقویت حسن همدلی بین مسلمانان و سکه باور این ولایت عنوان می دارند. آرزویشان زندگی در سایه صلح آرامش است و همکارم آصف حسینی در این مورد گزارش فرستاده که با هم می بینیم. اینجا گروهی از سیک‌های غزنی روی جاده‌های شهر آمدند و مصروف پخش خرما بین مسلمانان روزه‌دار هستند. هدفشان را از این کار تقویت همدلی و احترام گذاشتن به عقاید مسلمانان عنوان می‌کنند. که ما قدر از زندگی می‌کنیم، احساس نمی‌کنیم که این مسلمان است یا ما سیک هستیم. هم احساس هم برادری هم وطنی می‌کنیم. و کلتور و فرهنگ غزنی، ما خیلی با کلتور فرهنگ غزنی خیلی نزدیک شدیم. انشالله این مطرح نیست که دین جداست. میگن در اردو یک
مثال است کہ تم رام کہو وہ رحیم کہے مطلب تو اس اللہ سے ہے، تم سالک کہو وہ جوگی ہے مطلب تو اس کی چاہ سے ہے، کلگی مردم پیدائش خداوند است. میگویند با مسلمانان افغانستان سرنوشت مشترک دارند و در غم و خوشحالی کنار هم هستند. با این کار میخواهند همدلی ها را بیشتر بسازند. یک فامیل هستیم در ولایت غزنی و مرگ و جواند ما همراه مسلمان ها تقریبا کنومه تقسیم است و یک مثل یک فامیل واری که ما زندگی میکنیم و هدف ما میست که نزدیک تر شویم، فقط هم وطن های خود یک دست باشیم و این نشانه شنی میست که ما قطع مردم غزنی یک دست هستیم، در غم و خوشی یک دست هستیم و یک جای میخواهیم که غزنی را آباد کنیم یا پیش ببریم. آرزویشان برقراری صلح و آرامش در افغانستان میباشند، خسته از جنگ و خشونت هایی هستند که همه روز از مردم این سرزمین قربانی میگیرد و سبب بی خانمانی سیگ و مسلمانی این کشور شده است. این سال که بیتر شد بسیار جنگ بود، بسیار در غزنی چی حال بود، این حالی باید ما میفهمیم که دیگر غزنی باید جنگ نباشد، دیگر در افغانستان باید جنگ نباشد. سیک ها و هندوها اقلیت کوچک قومی و مذهبی در افغانستان می باشند، اما افزایش جنگ های اخیر سبب شده که نفوس آنان در ولایت غزنی از صدها خانواده به چند خانواده انگشت شمار کاهش یابد. محمد آصف حسینی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی. استفاده روزافزون جوانان از دخانیات و مواد مخدر باعث نگرانی های در ولایت هرات شده است. باشندگان این ولایت میگویند استفاده جوانان از دخانیات به شمول قلیان، چلم و یا سیگرت به عنوان سرگرمی باعث روی آوردن این جوانان به اعتیاد خواهد شد و آنها از دولت میخواهند که با نظارت جدی از قلیان خانه ها و کافی شاپ های شهر از اعتیاد بیشتر افراد جلوگیری کنند. ده ها تن از جوانان ولایت هرات به بهانه روز جهانی بدون دخانیات در این ولایت گرده هم آمده و در یک همایش نگرانی خود از روی آوردن جوانان و نوجوانان به دخانیات و مواد مخدر را بیان کردند. اشتراک کنندگان این همایش میگویند بیشتر جوانان برای سرگرمی به مواد مخدری چون قلیان در کافی شاپ ها روی می آورند که می تواند عامل اصلی گرایش آنها به اعتیاد باشد. جوان هایی که از این مواد استفاده میکنن حتی همو قدرین بوده که به عنوان به نظر از اونها ساده میرسه، بعد باید در مورد از این برای از اونها معلومات داده بشه در مورد ضرر هایی که اونها داشته باشه. دخانیات روز به روز در جامعه داره گسترش پیدا میکنه و جوان ها به عنوان سرگرمی در اول به عنوان سرگرمی از دخانیات استفاده میکنن، ولی متوجه نیان که چه به نظر من از خود کده اینه بیشتر به جامعه ضربه میزنن. این جوان ها چون قشر جواب قشر تاثیر کده و قشر که باید این جامعه بسازه اینا روز به روز رو میارن به دخانیات. اعضای شورای ولایتی هرات نیز بر این باورند که به دلیل نبود سرگرمی‌های لازم و بیکاری بیشتر جوانان به دخانیات وابسته می‌شوند. فاطمه جعفری یک عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید دولت مکلف است تا علت‌های روی آوردن جوانان به دخانیات را شناسایی کرده و برای برطرف ساختن آنها اقدام کند. به پدیده مواد مخدر و به پدیده دخانیات به عنوان یک مشکل نگریسته، به عنوان یک علت نگریسته میشه تا به عنوان یک معلول. معلول های متعددی وجود داره که باعث میشه جوان امروز هراتی به قلیون خانه ها بره و پول خود رو در اونجا مصرف کنه. کمتر به این علت ها توجه میشه. مسئولان در هرات نیز میپذیرند که اکثر جوانان با استفاده از دود قلیون و سیگرت معتاد به مواد مخدر میشوند. سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات میگوید اکنون استفاده از دخانیات در قلیان خانه ها برای بیشتر جوانان به یک سرگرمی مبدل شده و جلوگیری از آن دشوار است. عادت دود همی است که هر اندازه که استفاده بشه و نیکوتین وارد بدن بشه فیصدی کیف نیکوتین بالا میره در مغز و خود به خود باعث ازی میشه که جوانانی که در قلیان استفاده میکنن به جستجوی ازی بشن که مواد خود تغییر بدن. این تغییرات متاسفانه باعث ازی میشه که جوانان ما ناخواسته یا ناخودآگاه به دام اعتیاد گرفتار بشن. هم اکنون در شهر هرات ده ها قلیان خانه و کافی شاپ فعال هستند که روزانه صدها جوان برای سرگرمی و سپری کردن اوقات فراغتشان به این مکان ها میروند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. خب در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم و در دید و بازدیدهای روزهای عید
بعد از ماه رمضان تمایل به خوردن غذاهای ناسالم و چرب و شیرین بیشتر میشه که میتونه باعث مشکلات سیستم هاضمه شوه و برای جلوگیری از پرخوری مشکلات فرارای از او امروز دکتر احمد ولی یوسفزی دکتر داخله در شفاخانه جمهوریت هست که در استودیوی کابل مهمان برنامه هستند با خود داریم. دکتر صاحب سلام، وقتتان بخیر. در ابتدا اگر بگوین که سوی هاضمه به چی نوع بیماری گفته میشه و چی علائمی داره؟ سلام خدمت شما و بیننده که امیکنون ما شما را میبینه. سوی هاضمه خودش یک احساس نارومی و یا دردای است که در قسمت بطن یا شکم ایجاد میشه و این میتونه که دردا به صورت عاد باشه و یا به صورت مزمن و یا دردای متکرر میباشه و عوامل متعدد سبب می سوی هاضمه یا دیسپپسیا میشه که عمده ترینش غذا است. مثلا گرفتن غذا به مقدار زیاد، گرفتن غذا به صورت سریع، مثلا با عجله خوردن، گرفتن غذای بسیار چرب و یا غذای شیرین، که همه از این فاکتورها میتونه که سبب یک سوی هاضمه شه. و همچنان گرفتن الکل که خوشبختانه در افغانستان رایج نیست، مثلا گرفتن کافئین، قهوه و بعض دوا هم میتونه که عوامل شوه که بسیاری از دوا، مثلا دوای فشار بلند، دوای درد، دوای آسپرین، همه از یا یک سوی هاضمه را پیش یک شخص ایجاد کرده میتونه. بله خب دکتر صاحب، قسمی که اشاره شد در روزهای عید معمولا مردم تمایل پیدا میکنن که غذای مختلف با هم دیگه بخورن، توصیه شما چی است برای مردم و خصوصی که یک ماه روزه گرفتن و پس از یک ماه روزه داری حالا یک دفعه اگر شروع بکنن به گرفتن غذای مختلف، شما چی توصیه میکنین و چگونه میتونن که پیشگیری بکنن از سوی هاضمه یا بیماری دیگه که در اثر استفاده زیاد از مواد غذایی و همچنان غذای چرب به وجود میاد؟ یقینا یک شخص وقتی که در ماه مبارک رمضان میره، این مدت یک ماه کاملا تقریبا بدن از یا در حالت نیمه استراحت است، یعنی از طرف روز اصلا غذا نمیگیره و در این مدت یک ماه وجود به می حالت خود عادت میته. وقتی که روزای عید میشه، امو وجود در حالت نیمه استراحت خود قرار داره. اگر دفتن یک شخص مقدار زیاد غذا را بگیره، یقینا سبب یک سلسله تشوشات میشه، چون معده آماده به این حالت نیست. بنان به خاطر جلوگیری از این حالت تا یک هفته باید یا امو حالت نیمه استراحت بر خود نگاه کنن. قسمی که مثلا در طول روز در ماه مبارک رمضان کس غذا نمیگیره، ولی در ایامید و بعد از این چند روز بعد از این، یا کوشش کنن از غذای بسیار سبک و در چندین وعده غذایی بگیرن، یعنی مقدار غذای کم، خصوصا گرفتن زیاد سبزیجات، میوه‌جات و چیزی که بسیار کمک میکنه و توصیه میکنم برشان، گرفتن مایعات، خصوصا آب. ای امو معده را از حالت نیمه استراحت کس آماده میسازه تا یک شخص خود آماده بسازه با حالت نرمال زندگی خود. خب دکتر صاحب، سوی هاضمه یکی از بیماری های بسیار شایع است در افغانستان و در جای دیگه دنیا. آیا زمینه ساز بیماری های دیگه هم میتونه شده یا ای که قابل درمان است و اگر امکان داره بگوین که چگونه درمان میشه و چگونه مردم از خود مراقبت بکنن که به این بیماری دچار نشن در مجموع گذشته از ماه رمضان؟ خب عوامل بسیار متعدد سبب می سوی هاضمه یا دیسپپسیا میشه که میتونه که گفتم از غذا گرفته تا به دوا، بعض امراض، کسایی که مثلا کفای گرده دارن، کسایی که تکلیف های قلبی دارن، مریضای شکر، اما از یاب یک سوی هاضمه پیشان می باشه که یکی از مشکلات جدی است و یک شکلش است که به نام فانکشنال دیسپپسیا یا سوی هاضمه وظیفوی است که پیش از این وقتی ما تستا میکنیم، مثلا ماینه اندوسکوپی یا معده شان توسط پایپ میبینیم یا بعض ماینات لابراتوری دیگه میکنیم، هیچ نوع تشوشات پیشان دریافت نمیشه که به نام فانکشنال دیسپپسیا یا سوی هاضمه وظیفوی یاد میکنم که ای کدام عامل سبب از این نمی باشه و در 10% میکروبش پایلوری میتونه که وقتی ما این تداوی کنیم خوب شود. ولی خوبترین چیز برای از این توصیه غذایی است که غذای خود به مقدار کم در چندین نوبت بگیره و گرفتن خود امی مار کننده پروتین پمپ که در وجود است که دوایی که اکثرا به شکل دواخانه به شکل خسرم میتن و این اوور دی کانتر یا به حساب در دواخانه داده میشه، مثل پرازول، ایزومپرازول، به مدت یک ماه میشه از این دوا استفاده کنم. ولی یک فاکتور دیگه هم که سبب این دیسپپسیا میشه تشوشات رویی است، مثلا یک کس وظیفه خود از دست داده، یک کس است مثلا همین خصوصا
در شرایط افغانستان دختر خانمایی که مثلا تا سن 12 مکتب میخوان بعد از اجازه نمیتونن که بره اینمی میتونه که اکس اسلس سوی آزمه یا دسپپسیا را پیشان ایجاد شود. بله سپاس از لطفتان دکتر صاحب وزی که آمدین و این معلومات مفید بر بینندای ما ارائه کردین. وقتتان خوش. با سپاس از همراهیتان با این برنامه ما لحظات پایانی بخش دری رسیدیم و همکارم سید سلیمان آشنا با بخش پشتو برنامه امشب ادامه میتن. آقای آشنا سلام، مهمترین اخبار امشب شما چیست؟ من نه یلدا جان زم لیدون کو ته سلام کوم. افغانستان په سولې باندې مهم بحث لرو او په صحت باندې بحث لرو.